اگر بادنجان سیاه داری و گلریز میشه حاصل نمیگیره، این ویدیو رو دقیق ببین، مشکلت حل میشه. به اطلاع عموم نهالکاران و قوریه‌داران ایران و افغانستان رسانیده می شود که اگر می خواهید نهالهای شما با بهترین نوع نهالهای جهان که بازار تجارتی جهانی دارد پیوند و اصلاح شود، برای درخواست کمک و ایجاد ارتباط با متخصص با شماره واتساپ 2093 70 60 58 116 در ارتباط شوید. سلام عزیزای دل، خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما شما میفهمیم که چرا بادنجان سیاه گلهاش میرزه و حاصل نمیگیره، و یا اینکه به یک مقدار مثلا به اندازه گیلاس یا خورتر بزرگتر میشه باز هم حاصلش میرزه، دلیلش چی هست؟ دوستای خوبم، مستقیما سر اصل موضوع میریم. سه دلیل اساسی داره. این سه دلیل را اگر شما، گرچن عوامل زیادی وجود داره ولی بیشتر این سه علت باعث میشه که گیاه بادنجان رومی گلریز شود. علت اول این هست که آیا گردافشانی میشه یا نمیشه. تمام یعنی 50 الی 60 70% کار بستگی به گردافشانی داره. اگر گرده از آله تسکیر به آله تانیس انتقال نکرده باشه، خب گردافشانی صورت نمیگیره و گلها پیش از اینکه خود محصول تشکیل شوه، گلها آهسته آهسته میریزه و این روند طبیعی هست و ما شما باید از خود گردافشانی مطمئن شده باشیم که واقعا گردافشانی صورت میگیره. علت دوم عدم آبیاری کافی هست. بعضی موقع ها که هست، مخصوصا در زمان گلدهی، شما آب کافی برای گیاهتان به دسترس ریشه ها قرار نمیتین. این هم یک از عامل بسیار بزرگ هست که اینا حاصل نمیگیره. چرا؟ به خاطر که برگ های بادنجان رومی بسیار بزرگ هست و شما وقتی که آب برش نمیتین، مواد غذایی را اینا به خاطر اما فعالیت خود نگاه میکنه و امی خود گلهای خود را و تشکیل میوه ها را قربانی قرار میده تا خود گیاه زنده بمانه. پس از اون لحاظ آبیاری را شما باید برین چک کنین که آیا شما به اندازه کافی برای گیاه خودتان آب میتین یا نه. گردافشانی را چک کردین که برای گیاه شما گردافشانی میشه یا نمیشه. خب حالا یک شما شاید مثلا در ذهن خود سوال کنین که این گردافشانی چگونه چک میشه. دوست خوب من، ما به شکل درختان یکی گیاه نر و گیاه ماده نداریم. فقط خود تشکیل آله تذکیر و آله تأنیس در داخل خود یک گیاه تشکیل میشه. مثلا بعضی از گیاهان را، بعضی از گلها را اگر دیده باشی که گلها بسیار اما دومچککش کوتاه هست و بسیار گل اندازش خرد هست، این گلها احتمال زیاد داره که بریزه، اصلا به محصول یا به بادنجان تبدیل نمیشه. و او گلهایی که خودی گردنی دمچه گلش دراز هست، دبل هست، کلوفت هست، اینا باعث میشه که احتمال زیاد داره که اینا به بادنجان تبدیل شوه و به محصول تبدیل شوه. و آله تذکیر و تأنیس هم در داخل خود یک گل هست و بیشتر ما و شما هدف ما این هست که گردافشانی، یعنی گردافشانی در اون گلهای صورت میگیره که خود دومچه گل دراز باشه. وقتی که گردافشانی در اینا صورت میگیره، پس باید ما کارها و فعالیتها را انجام بدیم که از این گلهای گردن دراز بیشتر تشکیل شوند. خب او را برمیگردیم در راه حلهایش که چگونه و چی کار باید بکنیم. علت سوم را مطالعه میکنیم. علت سوم گرمای بیش از اندازه هست. در ما عملا تجربه کردیم، دیدیم که گیاهایی که از 40 درجه سانتیگراد بالا رفته، اینا محصول دهی خود را، حاصل دهی خود را کاملا از دست میده. خیار یا بادرنگ، بادنجان رومی و همچنین بادنجان سیاه، اکثریت از سبزیجات و موادی که مثلا نباتاتی که اینا حاصل تولید میکنه از گل، سبزیجات برگینه، سبزیجاتی که از گل محصول تولید میکنه، اینا استاپ میشه، فعالیت کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که درجه حرارت بیش از اندازه گرم میشه، دومچه های گل خشک میشه و همچنان خود گرده خیلی زود وقتی که گل باز میشه، درجه حرارت از 40 درجه سانتیگراد بالا باشه، فورا خود گرده ها خشک میشه، اینجا گرده افشانی صورت نمیگیره و گل ها در معرض نور آفتاب قرار گرفته و خیلی زود خشک میشه. پس
پس این سه علت اساسی رو در ذهن خود داشته باشین. میریم سراغ راه حل ها که ما کدام فعالیت ها رو انجام بدیم تا اینکه بادنجان سیاه ما و شما پر از محصول شود. راه حل اول در شروع گلدهی، وقتی که میبینین بادنجان سیاهتون به گل دادن شروع کرده، از کد نایتروژن کمتر استفاده کنین و از کد کلسیم دار، پتاسیم دار، فسفرس دار و همچنین از عناصر ریزمغذی از اینا حتما در زمان شروع گل استفاده کنین. اینا چیکار میکنه؟ اینا همون گلهای دومدراز و دومکلفت را اینا را تقویه میکنه و بیشتر در گیاه شما تولید میشه و باعث میشه که گردافشانی زیاد شود، تولید محصول و سوداوری و باراوری زیاد شود، ریشه گیاه را تقویه میکنه، تنه و ساقه و برگ‌ها را همزمان تقویه میکنه و گیاه شما پر از گل و محصول میشه. و همچنان شما باید همیشه باید راه حل دوم که آب را چک بکنین و همیشه در اطراف بادنجان رومی نه زیاد غرقاب، باید همیشه مرطوب باشه. از ملچ استفاده کنین. ملچ را وقتی که در اطراف گیاهان خود قرار بدین باعث میشه که اطراف ریشه رطوبتش حفظ شوه و بیش از اندازه خشک نشوه. موضوع سوم هم این هست که شما پیش از کاشت ایره باید در نظر بگیرین. در جایی باید بیکارین که در اونجا درجه حرارت از 45 درجه بالا نروه. در جایی که از 45 درجه بالا میره در اون فصل نکارین، به خاطر از اینکه شما حاصل گرفتن نمیتونین. و یک جایی باید بیکارین که موضوعش باید مطلقاً زیر سایه نباشه، که شما از زیر آفتاب بیارین که ما جای خنک میکارم و کاملا زیر سایه باشه که اصلا فتوسنتز نتونه، این هم مشکل ساز میشه. خب این بود رای حل سوم. رای حل چهارم امی هست که شما اگر نتونستین کودهای مخصوص پیدا کنین، کود فروتسد را باید پیدا کنین. کود فروتسد کودی هست که شما وقتی که ایره چی به صورت پاشکی و چی به صورتی که در تزریقی در اطراف ریشه وقتی استفاده میکنین، اینو تشویق میکنه گل آوری گیاه در نبات شما را زیاد میکنه تا اینکه تعداد گل و گلهای دم دراز و دم کلوفت اینا باید زیادتر شوه. وقتی زیاد شد خب محصول شما خود به خود زیاد میشه و آماده میشه. و در کنارش اگر شما باز هم این کودها را نداشتین، خب شما حتما پست سبزیجات، میوه‌جات حتما در اختیار خود دارین، تخم مرغ در اختیار خود دارین، پوشش اینا را همه را در یک ظرف بندازین و خرد کنین و در داخلش آب بندازین، زیر آفتاب بمانین و رو پشت سرش بمانین. بعد از 20 روز اینا را با خوب هر روز هر چند مدت بعد، البته در جریان 20 روز باید هم زده باشین، میکس کرده باشین، بعد اینا فیلتر میکنین، یک به نسبت 10 با آب یک جا میکنی، گیاه تکوت میده، عین به شکل فروتسد عمل میکنه و بسیار عالی میشه. خب دوستای عزیز، علت حاصل ندادن و همچنین علت ریزش گلهای بادنجان سیاه رو ما شما مطالعه کردیم و فهمیدیم که علتش چی هست، راه حل هایش چی هست. امیدواریم که شما دفعه بعد بتونین حاصل خوب بگیرین و یا اگر در شرایطی که گیاه شما حاصل نمیده بتونین فعلا مدیریت کرده و ازش بتونین حتما حاصل بگیرین. حتما ویدیو را لایک کنین، کانال را سابسکرایب کنین تا اینکه ویدیوهای جدید جا نمانین، حتما در لیست شما قرار بگیره. تا ویدیو دیگر، خدایا رو نگهدار شما.